خب یه خبر فرهنگی میخوام به شما بدم که احتمالاً خودتون اطلاع دارید که اون بیش ولی گوشتر کردنش همیشه خوب و قشنگه و احساس خوبی رو میده و اون اینی که جناب فرامرز پور نوروز نویسنده و شاعر ساکن ونکوور که برای حضورتون هستن اونجا هم برنامه داشتن جزو چهار نفر نویسنده برتر جایزه ادبی صادق هدایت لوح افتخار رو دریافت کردن. به افتخار در این رقابت هنری 11 دوره داستان کوتاه نویسی صادق هدایت بود. 666 نویسنده داستان کوتاه از ایران و سراسر جهان شرکت کرده بودند. داستان مرگ دانای کل به وسیله آقای فرامرز پور نوروز نوشته شده بود، مورد تحسین داوران قرار گرفت و شایسته دریافت لوح افتخار شد. به جناب پور نوروز از طرف انجمن ادبی حافظ تبریک میگم. امیدوارم که هر روز موفقیت های بیشتر از پیش ازشون ببینیم. مجددا افتخار شد. چشم ساری در دل، آبشاری در کف، آفتابی در نگاه و فرشته‌ای در پیراهن، از انسانی که تویی قصه ها میتوانم کرد، همه نان اگر بگذارم. جناب محمد محمدعلی داستان نویس شهیر ملی ما که افتخار دادن امشب در خدمتشون هستیم با داستان کوتاهشون. افتخار شد. سلام میکنم خدمت خانوم ها و آقایون و در واقع خوشحالی خودم رو ابراز میکنم بابت این دومین جایزه ایست که فرامرز پور نوروز برای ونکوور میاره یا میگیره. سال گذشته جایزه اول تورنتو رو گرفت و ما همه به حضورش در این شهر افتخار میکنم و من با انرژی به واقع دلم میخواد که این مطلب رو ارائه کنم. یک مقطع تاریخی از قرن پنجم و بر سر یک شهری به نام انطاکیه. انطاکیه الان در ترکیه است و هم مرز با سوریه است. این شهر بیش از 2500 سال قدمت داره و یهودیان و مسیحیان و مسلمانان روی اونجا همواره دست انداخته. مدتی دست رومی ها بوده، یونانی ها بوده، بعد ایرانی ها در دوره ساسانی اونجا رو گرفتن و عرض به حضور شما که مقطع ما مقطع دوره که آخرین نفری که اونجا از ناحیه این منطقه میره قانپرسلا و پسرش در واقع ملک شاه. ملک شاه در مقطع داستان ما 30 سال است. جوانیست، خوش بر بازو و جنگجو و به تعبیر غربی ها یک شوالی شاهزاده شوالیگر یا با نشانه های شوالیگری. قهرمان دیگر این داستان خواجه نظام الملک که در مقطع این داستان 67 سالشه. او 30 سال وزارت این پدر و پسر رو به عهده داشته، در تمام امور مملکت دخالت داشته و عاشق با
بزرگ مهر حکیم هست در وزیر در واقع انوشیروان ساسانی عاشق بود و بعد دیگه خیلی خوشتی به خلاصه چیز آقای ملکشاه. یه توضیحی اول این داستان من نوشتم که مثل دفعه قبل نمیخونم، شاید یکی از مجله ها ببینید و اونجا چاپ بشه. شهر در واقع مناقشه بر سر این شهر. هنگامی که قیصر روم با لشکری عظیم به سرحدات ممالک زیر سلطه ایرانیان در آسیای صغیر آمد، ملکشاه نیز با لشکری عظیم آماده دفاع از متصرفات پدرش. چون دو لشکر به حوالی انطاکیه رسیدند، روزی چند به نظم و نظام قشون و استحکام مواضع و برپایی چادرها و سراپرده‌ها سرگرم شدند. در همین ایام ملکشاه 30 ساله با 4 محافظ خود بی پرچم و شعار و بی اطلاع به نظام الملک از لشکر دور شد تا به قول امروزی ها سر و گوشی آب بدهد و با دیدن آرایش نظامی قیصر روم به طرح و نقشه جنگی او پی ببرد. بر بلندی تپه‌ای مشرف بر اردوگاه رومی ها بودند که ناگهان قراولان لشکر روم آنان را به اسارت گرفتند. ملکشاه آهسته به یارانش گفت: خبط و خطای بزرگی کردیم، اما بی پرچم و شعاریم، مرا تعظیم نکنید و هرگز نگویید من کیستم. آنان هیچ نگفتند و یک سره به زندان رفتند. اکنون در زندان بر آنان چه گذشت و چه سختی ها کشیدند از حوصله قصه ما خارج است. روز بعد به فرمان قیصر روم اسیران را با قل و زنجیر به بارگاه و سراپرده قیصر آوردند و وادار به تعظیم و تکریم کردند. قیصر گفت: رهبر شما کیست؟ ملکشاه خود را به بیماری زد و در دستمال کوچکی فین پرصدایی کرد و گفت: ما از غلامان و نوکران قشون هستیم و از فرط نادانی و گرسنگی به شکار آمدیم که گرفتار شدیم. قیصر گفت: شما را گروگان نگه می‌دارم تا داد و ستدی انجام پذیرد. ملکشاه گفت: در اردوی ایرانیان هیچ بی‌خردی بر سر جان یک مشت بی سر و پا داد و ستدی انجام نخواهد داد. ما را بکشید تا چنین دنگی بر شما هموار نشد. قیصر روم فرمان داد لوحی به خط فارسی و عربی بیاورند و آن 5 تن را وادار کرد بخوانند. هیچ یک نخواندند، فقط اشک ریختند به پهنای صورت و اظهار نمودند: ما چوپانانی بی سواد و هر بی سواد هستیم و آه و افسوس از گرسنگی و نادانی. قیصر روم آنان را به زندان بازگرداند. از سوی دیگر آن کسی که شاهد به اسارت در آمدن ملکشاه و محافظانش بود نزد نظام الملک رفت و شرح ماوقع را گفت. نظام الملک سیاست و کیاست به خرج داد. نخست آورنده خبر را در خیمه و خرگاه خود محبوس کرد تا راز ملکشاه هرگز فاش نگردد. سپس توسط خبرچینان مخفی در لشکرگاه شایعه پراکند که ملکشاه عنقریب می آید بازدید تا بر خوراک و پوشاک و نوشاک لشکریانش نظارت کند. ساعتی بعد به تب زنان و شیپورچیان و جارچیان فرمود با تمام قوا و پرهیاهو بنوازند و ندا دردهند که ملکشاه در حال بازدید از سران سپاه و سرداران لشکر است. پس آن هنگام که اطمینان یافت، خبرچینان نفوذی به قیصر روم خبر رساندند که ملکشاه در میان لشکریان خود
از میزان خوراک و پوشاک و نوشاک و برایی شمشیرها و نیزه ها میپرسد و مو را از ماست میکشد، خود با چند محافظ امین و زیرک با عنوان رسول صلح و دوستی به مقر فرماندهی قیصر شرفت. قیصر او را پذیرفت و در جایگاه شایسته و نیکو نشاند. نظام الملک نیز در کسوت دوستی درآمد و قالیچه ای از ابریشم زربفت تقدیم نمود با نقش کاخهای عظیم پادشاهان ساسانی. قیصر گفت این لشکرکشی و جسارتی که پادشاه شما در پیش گرفته جانش را به باد خواهد. نظام الملک گفت هرچند جان همه ما دست خداست، اما سخن شما نیز قابل تحمل است. قیصر گفت شما که نظام ملکی و اتابک اعظم ایرانی میبایست پادشاه خود را از جنگ باز دارید و راه بازگشت را نشانش دهی و انطاکیه را به من بسپاری تا خونش نریزم و به شما نیز آسیبی نرسان و غرامت جنگی نستان. نظام الملک اندیشه کرد و گفت میبایست به ملکشاه بگویم با قیصر روم صلحی موقت کند تا خون دلیر مردان ایران و روم نریزد. قیصر گفت خرسندم که با صدر اعظم با تدبیری چون تو سخن میگویم. نظام الملک گفت میبایست تفاهم نامه امضا شود. قیصر گفت و در آن ذکر گردد انطاکیه از آن قیصر روم خواهد بود. نظام الملک گفت چنین کنیم چنانچه سوء تفاهمی در بین نباشد و گروکشی صورت نگیرد. قیصر گفت از لشکریان شما 5 سردار و جنگجو ناپدید نشده است. نظام الملک گفت سرداران و جنگجویان ما یا می جنگند و پیروز می شوند یا می میرند و به بهشت می روند. قیصر گفت قراولان ما 5 تن را دستگیر کردند که معلوم نیست کیانند و به چه کار می آیند. نظام الملک گفت چنانچه خادمان خدم و حشم ما را بازدهی حسن نیت خود را ثابت کرده اید در پیمان صلح. قیصر فرمان داد 5 زندانی را پیش نظام الملک آوردند. نظام الملک به محض دیدن آنان با زبانی تیز و گزنده گفت ندانستید در روزهای بین جنگ و صلح نمیبایست به شکار میرفتید؟ و آنان خجل و سرفکنده به دست و پای نظام الملک افتادند. نظام الملک قل و زنجیر از دست و پای آنان گشود و سپس همه را جلو انداخت و از درگاه قیصر بیرون شد. ملک شاه به لشکرگاه که رسید پس از شکر خدا و بوسیدن شانه و پیشانی نظام الملک از او طلب بخشش کرد. نظام الملک گفت به شرط آنکه دیگر بی احتیاطی نکنی و در پی خونریزی نباشی، گاه سیاست بهتر از جنگ کارایی دارد. ملک شاه تایید کرد اما شبانه تدارک جنگ دید و با درک آرایش جنگی سپاه قیصر روم خود آرایشی تازه به لشکر داد. هنوز پاسی مانده به خروس خان، ملک شاه لشکر را آماده حمله ساخت. پس آنگاه که لشکریان قیصر روم در خواب خوش صلح بودند، صدای طبل جنگ یک بار بر فلک مینا رنگ بلند شد و لشکریان چون دریا به موج در آمدند. صدای شیعه اسبان پرشمار و هیاهوی شعار چون آواری سهمگین از سپهر آبنوس گذشت و بر سر سربازان قیصر روم فرود. لشکریان روم شکست سختی خوردند و لشکریان ایران در پی آنان تاختند، چندان که علاوه بر تصرف مجدد انطاکیه شهر حلب از سرزمین شامات و سوریه نیز به تصرف ملک شاه درآمد. قیصر روم به اسارت گرفته شد
ملکشاه قصد کرد به تلافی او را با خفت و خاری نزدش بیاورد. نظام الملک به شدت مخالفت نمود. به قیصر فرصت داد لباسی در خور بپوشد و خود را چون یک قیصر بیاراید و بر تخت بنشیند. قیصر با دیدن ملکشاه آه از نهادش برآمد. آنگاه که مشاهده نمود چه خط و خطای بزرگی کرده است در آزادسازی آن جوان به ظاهر بیمار و بی‌بدر که بی سواد و گرسنه می‌نمود. ملکشاه گفت در غرب باش قیصران شکست خورده چه می‌کنند قیصر؟ قیصر گفت اگر تو پادشاهی من نیز پادشاه، اگر تو جوانی من نیز جوانم. اکنون چنانچه به راستی پادشاه و امپراتور ایرانی ببخش و اگر قصابی بکش و اگر بازرگانی بفروش. نظام الملک گفت پادشاه بخشنده است. ملکشاه پادشاه است بخشنده. ملکشاه گفت چون نظام الملک جانم را از دست توی قاصب نجات داد و خبت و خطایم را بخشید، من نیز جان تو را میبخشم به او. نظام الملک گفت من نیز تجاوز قیصر را به متصرفات شاپور ساسانی میبخشم، اما تاوان جانش را با زر و سیم میستانم در صلحی پایدار. قیصر گفت سخنی نیکو و بجاست، غرامت تعیین کنید تا بپردازم. نظام الملک محرران دو لشکر را فراخواند تا آنچه مقرر می کند سهم در تاریخ کنند. تاریخ گواه است که مالی عظیم غرامت جنگی گرفت. حتی مقرر نمود تا 100 سال سفیران قسطنطینیت قیصران آینده روم هر سال 100,000 درهم و دینار رومی به دربار اصفهان یا خراسان بیاورد. قیصر گفت من نظام الملک را می ستایم. او با سیاست و کیاست هم جان پادشاه خود را نجات داد و هم جان قیصر روم. نظام الملک گفت اکنون که پیمان صلح دائمی میان ما بسته شد، آیا آن قالیچه زربفت نقش کاخهای ساسانی را دوست می داری؟ قیصر گفت طرح و نقشه فرش‌های ایرانی زبانزد جهان است، تو نیز شخصاً از من چیزی بخواه. نظام الملک گفت دیر زمانیست آرزومندم صاحب کاخ و بارگاه و استراحتگاهی در شهر قسطنطنیه پایتخت روم شرقی می‌بودم. قیصر گفت آن ملک شخصی بزرگ که در شأن اتابک اعظم ایران باشد می‌بایست نخست به تصویب مجلس سنای روم برسد و آنان هرگز چنین اجازه‌ای نخواهند داد. نظام الملک گفت حال که چنین است دستور فرمایی بنویسند به مقدار پوست یک گاو به من زمین بدهند تا نیاز به مصوبه مجلس اعیانتان نباشد. قیصر گفت سهل است. سهل. محرران بنویسند تا مهر و امضا. قیصر خواسته نظام الملک را اجابت کرد. آنگاه نظام الملک فرمود پوست دباغی شده گاوی بزرگ را آوردند و از آن ریسمان های باریک ساختند و سر ریسمان ها را به هم گره زدند و سپس به همان مقدار طول و عرض زمین در قسطنطنیه را اندازه گرفتند و در آن مکان بارگاه و قصری ساختند در حد سفارتخانه مجلل. سپس افرادی زبده را در آن به کار گماشت تا کلیه آمد و شدهای ممالک محروسه روم شرقی و غربی را نیز زیر نظر بگیرند و با کبوتران نامه‌بر به او اطلاع دهند. ممنون. تشکر.